بله، پرسیدم درباره اتفاقی که امروز در افغانستان افتاد به ما توضیح بدید و اینکه چرا طالبان برخلاف وعده‌های پیشین دوباره مانع بازگشایی مدارس دخترانه شد. در حقیقت به همه این مسئله گنگ و بسیار جای نگرانی است، به این که امروز درب مکاتب برای دانش آموزان باز نشد. در حقیقت ما می‌بینیم تعلیم فرض، لباس‌هایشان لباس‌های اسلامی، معلمینشان زن، مکاتبشان جداگانه، محتوای درسیشان اسلامی. پس با کدام دلیل اینا دانش آموزان و دختران از مکتب رفتن به مکتب مانع میسازن؟ این بسیار جای نگرانی است و همچنین ما در این مسئله میبینیم دوگانگی تصمیمات طالبان یا امارت را در سطح رهبریشان، که پیش از نوروز اینا میگفتند که درب مکاتب برای دانش آموزان باز است، اما امروز میبینیم که امروز تماما زنای افغانستان را و تماما خانواده ها و کسایی که اهل علم و قلم است را در سوق نشاندن. ما دانش آموزان را امروز مشاهده کردیم که از رفتن به مکاتب باز ماندن و گریان به سوی خانه دوباره برگشتند. این بر ما جای بسیار نگرانی و بر ما یک زن هستم و یک زن افغانستان بسیار تلخ و اشکبار بود. طالبان قبلا گفته بود که زنان و دختران در مدارس اگر مطابق شریعت پوشش داشته باشند مجازن و مدرسه ها میتونن که به کارشون ادامه بدن. درباره این جزئیاتش توضیح داده نشده، میشه حدس زد که اون پوشش مورد نظر طالبان چه شکلیه، چطوره، چه جزئیاتی داره؟ ما پیش از حکومت امارت هم پوشش اسلامی بر تمام زنای افغانستان مشاهده می کردیم. دخترای که متعلمه که در افغانستان وارد دانشگاه ها و وارد مراکز آموزشی می شد با یک نحو پوشش اسلامی و پوشش سنتی داشتن. هیچ کدام از دخترای افغان بدون چادر به مکتب نمی رفتن. و همچنین ما امروز می بینیم فقط اجاب بهانه است برای براعت دادن طالبا. طالبا فقط اجاب را بهانه می سازند برای اینکه خود را و جهان را فریب بدن. ما شاهد هستیم که امروز طالبان با این حرفا، با این روی کرد، با این اعمال خود در حال فریب دادن جهان هستند. بالایی که ما در افغانستان مشاهده میکنیم پوشش زنای افغانستان پوشش اسلامی است، پوشش است که قابل قبول بر مردم افغانستان، بر وجدانهایشان، بر تماما کسایی که اهل قلم و انسان هستند. ما شاهد بودیم که دخترایی که وارد مراکز آموزشی میشد پیش از آمدن امارت همچنین دارای حجاب اسلامی بودن و فعلا این تحقیقات نامده و همچنین ما طالبان فقط اجاب را بهانه ساختن. خانم حق‌پرست، کوتاه اگه به من بگید در صورت ادامه این وضعیت چه ابعادی داره این ماجرا به نظر شما؟ فقط ما میتونیم بگویم که در صورت ادامه این وحشت که از جمله وحشت های دیگر در افغانستان امروز طالبا میکنن که در پی عزو رسانه ها، در پی عزو آزادی بیان، در پی عزو صدای حق و عدالت است، همچنین عزو آموزش، همچنین که مسئله را مسئله سیاسی ساختن. در صورت که آموزش مسئله سیاسی نیست و همچنین ما میتونیم اگر ادامه پیدا بکنه حکومت امارت را دنیا متاسفانه ارتباط ما با خانم آمنه حق‌پرست فعال سیاسی از فرانکفورت قطع